بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. چند نکته در رابطه با مسجد جمکران عرض می کنم. اماکنی که به نحوی متعلق به حضرت هست، آداب و احکام خاصی داره، مثل مسجد کوفه، مثل مسجد سهله، خود سرداب و مقام‌هایی که برای حضرت نقل شده. یکی از مکان‌های مقدس مسجد جمکرانی که در این زمینه چند تا نکته را عرض می‌کنم. نکته اول این که برای حضور در مسجد جمکران زمان خاصی نقل نشده. حالا شب چهارشنبه باشه، شب جمعه باشه، هر زمانی ارزش داره که تو این مکان شخص بره و عبادت رو انجام بده. البته برخی از مراجع ازشون سوال کردن، فرمودن این شب جمعه، صبح جمعه به خاطر فضیلت خاص خود زمان از این جهت ارزش بیشتری داره، ولی سفارش خاص نداره. نکته دومی که این که الان چند هفته شخص بخواد بره جمکران چهل نشینی یا چهل هفته بخواد بره، این هم سفارشی روایت خاصی تو این زمینه نیست. هرچند هر قد تعداد هفته ها بیشتر هم باشه، ارتباط با این مکان های مقدس ارزش داره، ولی سفارش ویژه نداره. نکته سوم این که محدوده مسجد جمکران به حساب اون مسجد سابق دورش یه نوار سیاهی درست کردن با سنگ سیاه، اما خصوصیتی نداره. هر جا که مسجد صدق میکنه اون فضای مسجد، نماز جمکران و نماز تحییتش میشه خوند و اون مکانه. و غیر از اون جایی که خود شبستان مسجد و خود مسجده، جاهای دیگرش مسجد نیست. زنهایی که عذر دارن، افرادی که عذر دارن تو حیات جمکران، اطراف جمکران بخوان توقف داشته باشن، مانعی نداره، اونجا مسجد نیست. نکته دیگه این که اگر این نماز جمکران که دو تا نماز، نماز تحیت و نماز امام زمان مطرح هستش، این دو تا نماز رو احیانا اشتباه کرد، اضافه خوند. اضافه خوندن در نماز مستحبی، مثلا ذکرش بیشتر شد، رکن اضافی شد. در نمازهای مستحبی اضافه شدن رکن اگر عمدی نبوده مانعی نداره. گاهی هم که کم گذاشته باشن، از این جهت که مثلا 7 تا ذکر باید در رکوع این دوتا نماز در رکوع سجده بگه، این 7 تا ذکر یادش رفت، فرمودن اگر همون جاش بگه، اگر رد شده میتونه به همون صورت نمازو تموم کنه. از برخی از مراجع هم سوال کردن، فرمودن اضافه شدن رکن عیب نداره، میتونه برگرده ذکرای فراموش شده رو بگه. و نکته دیگه این که این نماز رو، چه نماز تحیت چه نماز امام زمان رو، میشه نشسته خوند مثل سایر نمازهای مستحبی. حتی اگر برعکس خون، اول نماز امام زمان خوند بعد تحیت خوند، بازم مانعی نداره. البته بهتر اول تحیت خونده بشه بعد نماز امام زمان، که برعکسش هم مانعی نداره. یکی از اشتباهایی که گاهی میشه تو مراکز زیارتی یا مقدس، گاهی بعضی از این زائرین خواسته و ناخواسته از این وسایل بر میدارن. مثلا تسبیح جمکران برداشته، مهر جمکران برداشته، نمیتونه مسجدهای دیگه بگذاره، باید برگرده و همینجا قرار بده و بگذاره. نمیتونه به عنوان اینکه الان مقدسه یا مسجدهای دیگه اینها رو قرار بده. نکته های دیگه هم داره که در فرصت خودش باید گفت. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.